درود بر هموطنان شجاع و میهن دوستم. به برنامه تحلیلی امروز از کانال کیوسک خوش آمدید. با شما هستم با دو موضوع مهم. همراه با من باشید. دختر علم الهدا در آستانه ازدواج، پدری که نسخه صیغه برای زنان ایرانی میپیچید. حماس هم به اسرائیل موشک زد، هشدار نتانیاهو به خامنه ای. همراهان عزیزم، اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید، با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسان تیم پرتلاش کیوسک باشید. اگه ناموس ایرانی کف خیابون داره چک و لجدی میشه من مقصرم، اگه آتیش به اختیار و شلیک مستقیم با لباس شخصی من مقصرم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. دختر علم الهدا در آستانه ازدواج، پدری که نسخه صیغه برای زنان ایرانی میپیچد. به تازگی یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان در تماسی با دفتر امام جمعه مشهد از دختر او خواستگاری کرد. ویدیویی که توسط رسانه اجتماعی جهان فر منتشر شده به قصد یادآوری جملات مشمئز کننده علم الهدا بود که دو سال پیش خواستار صیغه شدن زنان مطلقه یا بیوه برای شیعیان و عراقی‌های زائر در مشهد شده بود. جهانفر به طرز ماهرانه‌ای درخواست خواستگاری از جمیله علم الهدا را که در سال جاری به واسطه کشته شدن ابراهیم رئیسی بیوه مانده با مسئول دفتر علم الهدا مطرح می‌کند. سلام علیکم. دفتر آیت الله علم الهدا قربان. آیت الله علم الهدا. زنده باشی قربان. من جهانفر هستم، مزاحمتون میشم. سوال داشتم از خود جناب علم الهدا. آیت الله علم الهدا که نمیشه پرسید، از شما باید بپرسیم. سوال شرعی داریم. بله بله. من قبلا اینجا این آج آقا بهشتی بس کن. آقا سلام علیکم. من جهانفر هستم، با همکارتون صحبت کردم، از آلمان تماس میگیرم. حاج آقا بهشتی، مرکز اسلامی هامبورگ، ما قبلا سوالای شهریمونو میپرسیدیم. امروز اینجا رو پلیس اومده به خاطر اینکه گفتن نم تروریستیه چجوری بستنش، برای همین مزاحم شما شدم و میخواستم که اول با همکارتون صحبت کردم که میشه با آیت الله علم الهدا صحبت که فهمیدم. بله، من در رابطه با صیغه میخواستم یه سوالی بپرسم و اونم این هستش که من شنیدم ولی مطمئن نیستم، شخصی که به قول معروف همسرشون فوت کرده، یعنی حالا بیوه میگم مطلقه نه ولی فوت کردن، میشه بدون اجازه پدر به قول معروف صیغه باشون انجام داد یا نه بازم اجازه پدر رو میخواد؟ نگاه کنید خانم، اگر باکره باشه اجازه پدر لازم داره، ولی اگر باکره نباشه اگر بکارتش با شوهر از دور افته باشه، حالا شوهر هم نگذر این شوهرش طلاقش داده یا شوهرش فوت کرده. شوهرش فوت کرده. بله شوهرشون فوت. حالا من اینو چجوری میتونم بفهمم خواهی باکر هست یا چون باکر نشده، حالا شاید رابطه با شوهرش نداشته، این چیکار کنم؟ این چجوری میتونم بفهمم؟ یه اون اثبات خود کنید که اگر ارتباط جنسی داشته و بکارتش از بین رفته با نزدیکی با شوهر، اگر بکارتش از بین رفته این خوب مشکل نداره، خب ممکنه که این اصلا نزدیکی نداشته. همین دیگه عصبی من عقبی من مثلا این خانم رو میشناسم، همسر خدا بیامرزش هم میشناختم، اکثرا تو سفر بود، رابطه‌ای داشته، خب به مرده نمیخورد رابطه‌ای داشته باشه، اصلا علت اینم که من میخوام این صیغه رو انجام بدم همینه. و الان من چجوری میتونم اینو متوجه بشم به نظر شما؟ در این حال
از خود خانم بپرسم. به گفته خودش میتونی اطمینان کنید اگر نه براتون باید محرز بشه که ایشون بالاخره نزدیکی داشته. خب بعد اون وقت اشکال نداره که من به حال خب ما محرم نیستیم الان من این سوال ازشون بپرسم مشکل شهری نداره مثلا از این خانم صرف سوال که مشکل نداره. اون وقت اگر که مثلا چه میدونم باعث رنجشش ناراحتیش بشن مثلا یاد خاطراتی که با شوهر خدا بیامرزشون داشتن که من نمیدونم میخوام... نه میخوام دین گردن من نباشه آخری آخری من میخوام دین گردن خودم نباشه برای این دارم میگم. بله. یعنی هیچ مشکل نداره مثلا. نه شما نمیتونید سوال بکنید. شما نمیتونید سوال بکنید. من تو خود اومم نمیشه. شما میتونید زحمت چه بکشید. خب من به عنوان خب یه دفعه سوال کنم. خب مثلا من اون خانومو معرفی کنم شما مثلا بگید. الان اونجاست؟ کجا؟ نه پیش من نیست. اگه پیش من پیش ما محرم نیستیم آقا. من میگم حاج آقا بهشتی توی مرکز اسلامی هامبورگ معمولا این سوالات همون جواب میداد کمک هم میکرد. امروز اونجا به خاطر اینکه تروریستی اعلام شده بسته آلمان پلیس آلمان و من بگم شما میتونید از این بپرسید نه شما فرمودید یعنی ایشون الان تماس بگیره با من من جواشون مزیدون چیه یا شما تماس بگیره یا ایشون تماس بگیره من نمیدونم هر جور شما صلاح میدونم اما که ایرانی اینجا ایشون هم ایرانه ایشون هم آن نگفتم بهتون نه ایران هستن مشهد هستن اتفاقا ایشون ایشون مشهد هستن. نه من خودم آلمانم این خانوم مشهدن. بعد میخوام که ایشونو دعوتشون بکنیم اینجا و یا ایشون بیان اینجا مرکز بریم سفارت جای صیغه بخونیم. میدونیم برای این میگه خودشون مشهدن تو واقعا. شما این دفتر کلام ایشون رو گرفتی بهشون بدید. ایشون اینجا تماس بگیره چون من تماس بگیرم شاید اینجا در واقع من اشاری داشته باشه یا من قانونی من اوکی قانونی یا شرعی خب اخوی شما هم اسمانی من به خدا بوم نمیشه نمیدونم شما همون دیگه اگر ایشون تماس بگیره من مشکل نداره من بهش میپرسم بسیار خوب پس باش شما نه خب حالا باز من میگم ایشون کی هستن شاید شما تونستید ما دختر خدا علم الهدا جمیله رو میخوایم صیغه کنیم چی جوری راه داره شوهرش نوک قله ها مونده دیگه اونجا جزغاله شده کباب شده این زنها اگر بیان با این عرب هایی که از عراق میان اینها مباشرت جنسی بکنن این ثواب داره به خاطر اینکه اینا از کربلا آمدن علم الهدا تازه از کربلا رسیدم خسته جمیله کجاست بگو جمیله جون بیاد ثواب ببره جمیله پاشو برو بر بینم پاشو. دختر علم الهدا به تازگی در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی روسیه داشته ارادت خاص خود را بر با پوتین و روس‌ها اعلام می‌کند. او در مصاحبه با راشا تودی به صراحت و علنی گرایش خود به روسیه را آشکار می‌کند و از درد مشترک خود و روسیه سخن می‌گوید. واقعا هم باید بگیم که خود این رسانه خارجی که در داخل کشور ما به سبب بساطشون پهنه انصافا اینا خیلی اثرگذار بودن که چه تصویر دقیق تری رو مخابره بکنن خب اینا بعضیشون خیلی صادقن مثلا یکی از جایی که من خیلی خوشحالم همین راشا تودی هستش چرا؟ چون سیاست رسانهش خیلی با سیاست رسانه کشور من سازگاری داره و این شاید بد باشه که من بگم ولی یعنی با اخلاق ایرانی ما نمیخوره که منت سری کسی بزنیم واقعا دوستانه ولی چرا من اولین بسار رسانه هست که حاضرم باش مصاحبه بکنم در اینکه من بعد از شهادت آقای رئیسی خیلی مورد مراجعه بودم و هیچ وقت حاضر نشدم با هیچ کس مصاحبه بکنم دلیلش اون صداقتی بوده که من دیدم و سازگاری بوده که دیدم سیاست های رسانهیشون با سیاست های رسانه کشور من داره این نشون میده که حالا حداقل برای من اینه که دیگه درد مشترکی هم وجود داره اون درد مشترک هست که داره این سیاست ها رو از ما یه تصویر خیلی مخوف ترسناک یا از اون طرف یک عقب افتادگی
گردشگری جنسی زائران در شهرهای مذهبی ایران داستان جدیدی نیست. چند سال پیش روزنامه گاردین گزارشی در مورد حضور زوار عراقی در مشهد با عنوان زیارت، غذا، سکس و پارک آبی در شهر مقدس مشهد منتشر کرد و از افزایش چند برابری توریست‌های عراقی در مشهد خبر داد. در این گزارش ادعا شده که ده‌ها هتل 5 ستاره و مسافرخانه از میدان برق، بسیج تا حرم وجود دارد. بسیاری از مدیران این مراکز اقامتی تایید می‌کنند که درخواست مشترک گردشگران عراقی عبارت است از جایی که زنان فاسد را بیابند. بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ایران، افزایش سفرهای عراقی‌ها به این کشور و خبرهای تایید نشده مبنی بر افزایش آمار ایدز و هپاتیت در جاهایی مانند منطقه آزاد اروند در کنار عدم تکذیب سفت و سخت این ماجرا توسط مسئولان همه و همه میتواند تایید تلویحی برای این خبر باشد. خبری که در نهایت برای حاکمیت ایران نه شکل یک بحران اجتماعی که صورتی سیاسی دارد. توطئه‌ای که در و این می‌خواهد به آن پاسخ دهد. حماس هم به اسرائیل موشک زد. هشدار نتانیاهو به خامنه‌ای. ساعتی پیش حماس از شلیک یک موشک به سمت تل‌آویو خبر داد. شاخه نظامی حماس گفته پرتاب یک موشک از نوع M90 به سمت تل‌آویو در واکنش به قتل عام غیر نظامیان از سوی اسرائیل بوده است. عصر یک شنبه خبر شلیک موشک از داخل نوار غزه به سمت تل‌آویو در حالی مخابره شد که ساعتی قبل از آن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در اظهاراتی تلویزیونی از حمله این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران به پایگاه‌های نظامی اسرائیل در عمق خاک آن کشور گفت و تاکید کرد تصمیم بر این بوده است که به کشتن فؤاد شکر فرمانده ارشد نظامی این گروه در بیروت با حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌ها پاسخ داده نشود. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره میگوید حزب الله لبنان با حمله به اسرائیل تنها به کشته شدن فؤاد شکر پاسخ داد و گرفتن انتقام اسماعیل هنیه از اسرائیل را بر عهده جمهوری اسلامی گذاشته. به نظر می‌رسد حزب الله لبنان، ایران و اسرائیل تمایل ندارند وارد جنگی فراگیر در منطقه بشوند. من اول این رو جایی ندیدم که گفته باشن که همگی با هم دست به عملیاتی خواهیم زد، بلکه صحبت سر این بود که ما به این انتقام رو خواهیم گرفت حالا یا خودمون یا با همکاری بقیه گروه های محور مقاومت، ولی این که حتما همگی با هم این کار رو خواهیم کرد به این شکل من جایی ندیدم این نشین ادعایی شده باشه. و حالا حزب الله این عملیات که انجام داده به نظر میرسه که در واقع تکلیف یک قسمت رو مشخص کرده، اونم انتقام گیری فؤاد شکر بود. در واقع اون بخشی که مربوط به خودش میشد مستقیم اون رو انجام داده. اسماعیل هنیه مونده برای اینکه ایران دربارش تصمیم بگیره. و خب ما تا حالا هم اظهار نظرهایی که شنیدیم به خصوص صحبت‌های آقای عراقچی که دیروز کرد و اظهار نظرهای اخیر به نظر میرسه که نسبت به روزهای اول پس از کشته شدن اسماعیل هنیه مقداری ملایم شده و به نظر میرسه که خیلی اراده ای الان جدی برای این وجود نداره. هم رفتار جمهوری اسلامی هم اظهار نظرها حاکی از این استش که گویا فعلا قرار نیست که چنین اتفاق بیفته یا اینکه اتفاق بزرگی رو ما خیلی نباید منتظرش باشیم. به هر حال دو عنصر تعیین کننده است در این وسط، یکی مسئله توان، این که اگر که بخوان ضربه‌ای به اسرائیل بزنن تا چه حد توانش رو دارن، چیکار میتونن بکنن، چقدر میتونن خسارت بدن. نکته دیگه این هستش که یک خط قرمز رو رعایت بکنن، این که میدونم که اگر هم امکان این رو داشته باشن که ضربه جدی به اسرائیل بزنند این میتونه که آتش جنگ فراگیری رو برمی‌افروزه و این رو ایران نمیخواد، اسرائیل هم نمیخواد، هر دو طرف هم خیلی سریع. شما خودتون اشاره کردین که حسن نصرالله گفته ما جنگ فراگیر نمیخوایم، همین امروز هم آقای خاص وزیر خارجه اسرائیل گفته که ما جنگ فراگیر نمیخوایم، طرفین این رو نمیخوان. بنابراین این تبادل حملات رو زیر سقف جنگ فراگیر هر دو طرف نگه می‌دارن، از این حد فراتر نمیرن، حداقل تا اطلاع ثانوی. ولی از جانب ایران حداقل میشه این رو استنباط کرد که قصد چنین حمله‌ای در حال حاضر نیست و همونطور گفتیم این خودش خب خبر خوشی است برای ایرانیان.
پیش از این اظهارات هم ارتش اسرائیل گفته بود برای جلوگیری از حملات حزب الله لبنان دست به حمله بازدارنده در جنوب لبنان زده است و حدود 100 جنگنده این کشور با هدف قرار دادن بیش از 40 سایت متعلق به حزب الله هزاران سکوی پرتاب موشک حزب الله را نابود کردند. در سرتاسر شمال اسرائیل صبح امروز یک شنبه 25 اوت آژیرهای هشدار حمله به صدا درآمدند. چند ساعت بعد از آتش سنگین اما کوتاه مدتی که میان اسرائیل و حزب الله لبنان مبادله شد، بنیامین نتانیاهو صریحاً به رهبران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله هشدار داد که اسرائیل هنوز حرف آخر را نزده است. همچنین وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که تعهد ایالات متحده در دفاع از اسرائیل در برابر ایران همچنان تزلزل ناپذیر است. نصالا به بیروت וחמנאי בטהרן צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם ואני חוזר ואומר זה לא סוף פסוק. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک سخنرانی که شامگاه یک شنبه پخش شد ادعا کرد که حملات این گروه به اسرائیل موفقیت آمیز بوده است. او مدعی شد که گیلوت پایگاه واحد اطلاعات ارتش اسرائیل در نزدیکی تل‌آویو هدف پهپادهای این گروه قرار گرفت. نصرالله در سخنرانی دیشب خود همچنین گفت که یک دلیل تأخیر در پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر بررسی این موضوع بود که محور مقاومت هم زمان و یک جا یا به صورت جداگانه اقدام به حمله کند. او افزود تصمیم گرفتیم انفرادی حمله کنیم و نیروهای دیگر خودشان تصمیم بگیرند. اندکی پس از این ادعا سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ ضربه‌ای به پایگاه گیلوت وارد نیامده است. همزمان آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی نوشت حملات روز یک شنبه حزب الله تنها بخش اول بوده است. آکسیوس افزود ایران هنوز به کشته شدن هنیه در تهران پاسخی نداده و واکنش آنها اگرچه به تأخیر افتاده اما ممکن است در روزها و هفته‌های آینده رخ دهد. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه نیز در مجلس سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نفوذ خشونت‌بار جمهوری اسلامی در خاورمیانه را سرطان خواند و گفت حزب الله لبنان بدخیم‌ترین شکل این سرطان است. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. روز و روزگار بر همگی خوش، پاینده ایران.